دوباره خوش آمدین در ادامه برنامه هموطنای عزیز. قسمی که همگی ما میدانیم امروز پنجشنبه هست و خیلی ها تصمیم داره یک روز در هفته را حتما ورزش کنه یا حداقل دوش کنه. ما امروز میزبان دو ورزشکار هستیم که نام خدا تلاش زیاد کردن و میخواه که آینده افغانستان را به خوبی در کنار دیگر جوانا رقم بزنه. میزبان زیارمل و فردوس جان هستیم از ورزشکاران رشته پانکریشن که ما هم زیاد در مورد این رشته نمیدانم، پس بیشتر با خودشان صحبت میکنیم. ما را دنبال کنید. سلام، صبحتان بخیر. خوش آمدید زیارمل جان و فردوس جان، صبحتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و سلام خدمت بیننده‌های عزیز. زیارمل مطمئن هستم رشته پانکریشن تمرین میکنیم. پانکریشن. بسیار عالی، خوش آمدید فردوس جان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام خدا. سلام به شما و بیننده‌های برنامه صبح. فردوس مطمئن هستم قهرمان تیم ملی پانکریشن تا فاید، همچنان در سازمان سیلیفسی هم قرارداد دارم. بسیار خوب، شما برادرها هستین با هم؟ بله بله. اما زیاد شباهت چهره ندارین به یک دیگه تان. بسیار خوب، کدام تان کلان هستین؟ فردوس کلان هست یا زیارمل؟ من کلان هستم. زیارمل جان بله. کلان هست. خب یکان وقت بین خودتان هم مسابقه میکنین؟ بله. پانکریشن میکنین؟ بله بله بله. باز کی زور هست در این قسمت؟ زورای ما یکی دیگه. زورم یکی است. بله. یا که لیاز یک دیگه خدا را میکنه دیگه. تمرین دیگه بیاد. در تمرین و مسابقه بیادری نداره. خب بیادری در بیرون است، در داخل رنگ دیگه رقیب یک دیگه هست. بله. بسیار عالی. زیارمل جان در اول اگر بر ما بگین پانکریشن چگونه یک رشته ورزشی هست تا بیشتر بدانیم ما هم. پانکریشن یک رشته کاملا آزاد است و در افغانستان دو سالش مروج است. یک فول اگون یک اگون میگن. فول اگون ایشی است که رشته آزاد ام ام ای وارس. یک موفق سر داریم. اگون ایشی هستند که مش دروی نیست. دیگه لغت پرتاب سب میشن همش آزاد است. فقط مش دروی نیست. مش دروی نیست. که کار میشه پرتاب سب میشن. تمام چیز آزاد است. داخل از رشته های ورزشی مخصوصا رزمی مشت بسیار یا بوکس که در صورت میخوره امتیاز بسیار بالا داره. اما ترس؟ بله، در پانکریشن نیست. اگر در خیلی دیگه در گونش نیست. در رشته گونش اگر فایت کنیم مشت در روی نیست. اما که کار میشه یعنی لغت کار میشه. یعنی تچ کنه لغت سه نمره میشه. آها. مشت در روی کار نمیشه. فردوس جان چقدر مدت میشه که خودت پانکریشن کار میکنی و در این مدت چقدر دستاورد داشتی؟ من مدت 7 سال میشه که تمرین میکنم. تد نظر سازمان من مطمئن. من همچون استادم هم هست. مدت 7 سال میشه. پس استادت هم هست. بله. 7 سال میشه که تمرین میکنم. زیاد تیم ملی رو هم دارم. بسیار عالی. 25 مسابقه کردم، باختیت ندارم. همچنان در سازمان سیلیفسی شعب نبرد بگویم در عضویت هم دارم. 4 مسابقه کردیم پشت سنه که عضویت هم نبرد کردیم. بسیار خوب، در این مدت که کلاب ها بسته بود و فدراسیون هم اعلان کرده بود که رشته های ورزشی باید که در جیم های ورزشی نباشه، برگزار نشه، شما چی کردین در این مدت؟ ما در فضای آزاد تمرین میکردیم. تمرین تانه میکردیم؟ بله، تمرین خونه ادامه میدادیم. یعنی کاملا متوقف نبود؟ نه خیر، در خواست زلان از موید نیست، چون قهرمان وزن خود است. اگر یک ماه یا در روز تمرین پذرفتن مشکل پیدا میشه. بسیار خوب، فردوس جان خیلی ها به خاطر از اینکه بتونم وزن ورزشی خود نگاه کنه باز از پروتین ها استفاده میکنه. بله. و مخصوصا در رشته های رزمی بیشتر کوشش میکنن که ما اندامشان خراب نشه یا وزنشان کم و زیاد نشه یا کم توانایی فیزیکی در خودشان باشه، از پروتین ها استفاده میکنه. چقدر موثریت داره یا چقدر ضرر داره در یک شخص؟ پروتین زیاد که آدم بخوره دپم میشه، فیزیکیش پایین میشه. بخاطر چی است که شما استفاده میکنید؟ نه خیر، ما خوراکم طبیعی است، پروتئین استفاده نمیکنم. دیگه کسی که پروتئین استفاده کنه دپ میشه، فیزیکیش پایین میشه. دیگه کسایی که وزن بردار است البته وزن بردار رو باز استفاده میکنن. آها بسیار عالی. و در قسمت همین تمرینات گاهی وقت میرن داخل رنگ و به خاطر مسابقات وزنتان با وزن رقیبتان مثلا 3 کیلو تفاوت می داشته باشه یا 4 کیلو تفاوت می داشته باشه، میگن اگر این 3 کیلو را کم نکنید در رنگ نمیری با این می نفر در این وزن. باز برتان مثلا 1 ساعت وقت میته، 1 روز وقت میده کنم وزن کم کنید؟ خیر، 1 ماه 2 ماه بر ما وقت میته. مسابقه ما که میشه وزن بر ما تعیین میشه که در این وزن امسال یک ماه بعد آماده باش. با او حریف ما نمه که یه حریف داری هایی با بر ما فقط میگه وزن تا آماده کن مثال 75 77
آماده باشی. متنه که مثلا صبح شب ما بریم با 4 کیلو کم کوت نیست. اما به وقت دادم میشه که یک ماه یا دو هفته سه هفته که مثلا مسابقه است آمادگی به این وزن داشته باش و تمرین تا پیش ببر. بسیار خوب. مطمئن برادر کلان فردوس جان فرام زیارمل برتان میخواستم بگویم که فردوس و نام شما رو فرامرز میگیرتم. زیارمل جان. زیارمل. زیارمل جان بر ما بگو که چقدر در این رشته علاقه‌مندی زیاد هست، چرا که پانکریشن رشته هست که به نظر من زیاد تا حال مسابقاتش نبوده و کمتر شنیده شده. چی تصمیم دارین بعد از این و همچنانی که چقدر علاقه‌مند هست جوانا و بچه هایی که بیاید در این رشته تمرین کنه؟ من در سال 1385-86 رشته کی بوکس تمرین میکردم. سال 1384 توسط استاد جبنور سیار بنیاد گذاریش در رشته پانکریشن و سال 1376 رسما آغاز گردید امی رشته پانکریشن. چون دیدیم که رشته دلچسب است، گیری گرفت داره، پرتاب داره، کاملا رشته آزاد است و خوبیش که است راستر المپیک است. من علاقه من زیاد شدم نمی رشته. از سال 1390 تا سال 1388 قهرمان وزنم بودم. بسیار خوب. قرار هست باز هم بعد از اینکه نشکر قرنطین هم تمام شد و اجازه فعالیت های تمام رشته های ورزشی داده شد، قرار است کدام مسابقات برگزار شد و مسابقات داخلی هست یا خارجی؟ اگر بر ما زیارمل جان بگه. همه جمعه پیش روی که داریم بخیر مسابقه های بین چند کلب است. از اونا چرای برتر، چرای خوب بازم تیم ملی مسابقه میکنن، اشتراک میکنن اونجا. بسیار خوب. از فردوس جان میخوایم پرسان کنیم که آمادگی به خاطر مسابقات دارین یا نه و قرار است که این مسابقه در کجا برگزار شود؟ من مسابقه من که میشه من تنیس که آماده بگیرم، من همیشه آماده هستم. مسابقه تمرینای من همیشه جدی است و تنیس که باش که مسابقه من شد با ما آمادگی بگیرم. من همیشه آمادگی میگیرم و همیشه آماده هستم. بله اتنه که من آمادگی بگیم، من همیشه آماده هستم. مسابقه ما شاید یک ماه بعد دو ماه بعد مسابقه تیم ملی ما شروع شه، دویش رو خود شاید کنیم. بسیار عالی. خیلی از ورزشکارای ما اول از رشته های دیگه شروع میکنن، مثلا ورزش و زمانی که سطح ورزشیان بالا میره باز رو میارن به رشته ورزشی ام ام ای یا مبارزات آزاد که خیلی دیگه و گفته ام ورزشکارا میدان اینمی ورزش گرم هست و میخواین که قهرمان شود در رنگ مبارزات آزاد. شما خود یک تصمیم ندارین که بخواین باز برین در رشته ام ام ای؟ پانکریشن یعنی ضربه زدن با دست پا، با کشتیگیر با بهترین مرزن باشی و با مرزن بهترین کشتیگیر. از ما رشته ما رشته هست که ما کشتی ما خوب است، بکس ما خوب است، لغت ما خوب است، گریپ رینگ ما خوب است. از همین خاطر میگم فنرین به طرف ام ام ای. از ما یعنی عین ام ام ای است. ما گفتم سازمان سیلیپسی ما نه یعنی میتونیم دو نام فایت کنیم، ما مشکل نیست. مشکل نیست. اما با کسی که کشتیگی باشه در ام ای بره بسیار برش سخت است. بله. و بکسر اگر بره بخاطر نقطه ضعفشون کشتی است از بکسر و از بالون نقطه ضعفش بکس است. پانکریشن پس خوبیشی است که تمام این رشته ها را در بین یک دیگر دارن و یک نفر آماده هست در هر بخش. بسیار عالی. زیارمل جان چقدر تربیت بدنی با شما همکاری داره در این رشته؟ چقدر زمینه و چقدر شرایط با شما مهیا میکنه؟ از سال 1388 قهرمان وزنم تا بودم دیگه به من از او دور شدم، چون سرپرست انجمن سفیلای کوهستانی شدم. تقریبا 6 کلاب یا 7 کلاب مربوط ما است. بسیار خوب. که بدبختانه بگویم کلاب ما داخل لیسته قاضی است، یکی از نامشون هم باید بگویم زیا نایبی است، مدیر تربیت بدنی است. از ما تقاضای پول کردن، مدت 8 ماه که اونجا بسته است. 250 نفر یا 230 نفر کلش متعلم مکتب، کسایی که هم 14 بغل خانهشون تمرین میکردن بدبختانه و همراه ما کمک نمیکنن و کلاب ما رو بسته کردن. کمک خواهش نمیکنه، حتی درخواست پول هم کردن. بله، پول به خاطر چی؟ خب شما میگن جای دولتی است، خود اینجا دیگه چه بگویم، افغانستان هستن، نمی فکر چه قسم پیسه پیدا کنن. از ما مدیر مکتب، سرمعلم مکتب، معاون مکتب، معلم مکتب هم سایش کس شکایت ندارن، اما ای آمده از ما شکایت کردن، کلاب ما رو بسته کردن. فعلا بسته است کلاب؟ فعلا بسته و دو حکم ما از موین صاحب آوردیم برشان و حکم ما رو قید کردن، ما رو می اجازه نیست. نمی فهم بر کی بگویم دیگه. به نظر ما تا
تایی که آدم خدای نکرده رو بیاره به هزار فساد دیگری که باعث میشه جوانای ما متاسفانه خراب شوه و به او راه های اشتباه بره، ورزش یک رشته بسیار خوب هست، یک کار بسیار نیک هست که در کنار درس خواندن چقدر خوب است که در لیسه غازی شما یک کلب دارین و همکاری میکنین. 4 سال 3 سال البته ما تمرین داشتیم، کسی هیچ کس ما شکایت نکردن، اما یعنی 6 ماه ما سمت کلاب ما رو بسته کردن. آها، انشالله که مشکل شما حل شوه و واقعا صدای شما رو مسئولین بشنوه و رسیدگی شوه در این قسمت که متاسفانه بعضی هایی که دارای مقام هستن یا مو جایگاه بالا داره میاین انتکار میکنه. و فردوس جان گفتنی خود چی هست در این باره؟ گفتنی ما اصلا میخواستیم تمرین کنیم. بله. اگر همین بچه هایی که مکتب خود لیسه غازی است تمرین میکنه، اونا مو تا که زیر پل برن پودری شوند، عملی شوند یا برن در گروه طالب دایش بپایستن، این خوب است یا تمرین کنن؟ بدون شک واقعا موفق باشین و میفهمم که بسیار سخت است و امیدوارم که مسئولین هم حرفای شما را شنیده باشه و به این مشکل شما رسیده اید. سلامت زنده باشین. خوشحال شدم از آمدن. همچنان موفق باشین. انشالله که همیشه در هر میدانی که میرین میرزمین شما موفق باشین. سلامت زنده باشین. بله عزیزا، میان برنامه بسیار کوتاه و در ادامه سلام زندگی با ما همراه باشین.